منم خدا و سلام بر شما با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. ایران میگوید که آماده برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان است. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که کشورش آماده است تا نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد این کشور را برگزار کند. عبداللهیان افزوده است که در حال حاضر بیش از 4.5 میلیون مهاجر افغانستان در این کشور زندگی می کنند که بیش از 1.5 میلیون آن پس از تحولات اخیر سیاسی در این کشور وارد شدن. او گفته است که ایران از صلح و ثبات در افغانستان که سبب بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان شود حمایت کرده است. همچنان عبداللهیان اضافه کرده است که ایران از حکومت همشموله که تمامی گروه های قومی و مذهبی در آن حضور داشته باشد حمایت میکند. در همین رابطه در تحول امشب بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقای سید ذکرالله هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای جاوید سنگدل آگاه روابط بین الملل سوئیس و همچنان آقای آصف مبلغ استاد پانتون که از طریق خط اسکایپ از ترکیه با ما وصل هستن. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. سنگدل صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. ایران در حال حاضر با چه نگاه به طرف افغانستان نگاه میکنه و چه منافعی را در حال حاضر پس از تحولات سیاسی در افغانستان تعقیب میکنه؟ سلام بر شما و بیننده های محترم و دوستانی که در بحث هستن. خب ایرانی ها همیشه تلاش میکنن که در افغانستان سیاسیون در قدرت باشد و یا بعضی سیاسیون در قدرت داشته بزرگ داشته باشد که روابط نزدیک با ایران داشته باشند و ما فکر میکنم عملکردهای منفی کشورهای همسایه سبب ازی شده که مهاجرت ها بیشتر شود و افغانستان از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی‌ثبات شود. و ما فکر میکنیم این عملکرد تعلق به عملکرد کسانی میرسه که سیاست در دستشون بود، قدرت در دستشون بود، نتوانستند که افغانستان را خودکفا بسازند، حداقل خودکفای سیاسی. معنایش این است که این کشورها چرا میان به خاطر مسائل کشور ما مداخله میکنن و مذاکره میکنن و جلسه میگیرن. من فکر میکنم که ما چندین بار در رسانه ها گفتیم و صحبت کردیم که افغانستان نمیتونه صاحب یک نظام شود تا زمانی که تمام پاشیدگی های داخلی افغانستان از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی توسط خود افغان ها، با مفکوره خود افغان ها و با صداقت باید انجام شود که جلوگیری شود از چنین نشست هاش. ما ببینید ایرانی ها همیشه میگن تمام اقوام افغانستان و تمام مسائل مذهبی افغانستان، یعنی منظور از اینا از بعض اقوام مردم شیعه ما شما است که با ایرانی ها شاید اگر رابط بعضشان داشته باشند، اما از خود سوال نمی کنند که در خود ایران سنی ها کجا در قدرت هستند. بس من فکر می کنم که به خاطر ثبات منطقه اگر ایران، پاکستان، کشورهای دیگر صادق هستند بگذارن افغانستان را به مو آلت خودش و تشویق بکنن افغان ها را که اونها وطن خدا خودشان بسازن مثل که ایرانی ها ساختن. چون در افغانستان همیشه سیاست های افغانستان در 40 سال و 45 سال گذشته یک ربط مستقیم با خارجی ها داشته. افغان ها ویسا خوش داره که خارجی ها برشان مشوره بده و جور کنی وطن تان را چطور کنی چی کار، و این سبب شده که بسیار ضعف کلان به وجود آمده در افغانستان. حال ببینید شما در امی تاریخ 50 ساله، اگر در اون 50 سال جنگ افغانستان ببینیم، کدام روز ما راجع به ایران جلسه را در افغانستان گرفتیم؟ بله. ما کدام روز راجع به پاکستان گرفتیم یا به تاجیکستان یا به ازبکستان یا به قزاقستان؟ هیچگاه نگرفتیم. پس اینا چرا میایند در مسائل افغانستان مداخله میکنن؟ من فکر میکنم که باید در اینجا ما خود ما شما بالا یک موضوع منظم که جوابگوی تمام مسائل افغانستان باشه نقطه نظر است. یعنی فکر میکنین که برگزاری یک نشست در رابطه با افغانستان از جانب یکی از همسایه های افغانستان، حالا هر کسی که باشه، میتونه به عنوان مداخله تلقی شود؟ سخت مداخله، توهین به مردم افغانستان، توهین به سیاست افغانستان، توهین به اقتدار سیاسی افغانستان، به استقلالیت افغانستان. چرا به جرجه و مناچیز بکنن؟ اگر اونا بسیار دلسوز است در مسائل افغانستان مداخله نکنن. اما موره هایی که در 40 سال اونا استفاده کردن، دانه کرمبول وره، اونا را دیگه استفاده نکنن. و خود از نقطه نظر ادبیات سیاسی و ایدئولوژی سیاسی، شما اگر یک کشور دیگر می راجع به یک کشور دیگر یک جلسه را میگیره و نیتش معلوم نیست که نیت از جلسه چی است، به این معنی است که دولت بسیار ضعیف است، این مردم بسیار ضعیف است، این مردم از خود فکر ندارند، از خود اندیشه ندارند، این مردم نمیتونه کشور خود بسازه.
و تاریخ این جلسه ها ثابت ساخته که تمام مفکوره های بیرونی مفید بر افغانستان نبوده. چقدر جلسه رو ما شما شاهد هستیم که از این 20 سال اگر زیاد نه 20 سال چقدر جلسات رو نگرفتن، هیچ جلسه زی اثر نبود، نه تنها که موثر نبود بلکه پراگندگی ها را برجسته ساخته، بی اتفاقی ها را برجسته ساخته. مگر اینجا ما هم گناهکار هستیم که ما خود ما نتونستیم که امو ساختارهای خود مطابق به نیازمندی خود برای امروز و فردا بسازیم و زمینه مداخله و زمینه از اینکه ما را مشوره بدین کشورها بسیار سرشار میشن و فکر نمیکنم که در بخش باشه برای سیاست افغانستان، نه برای کوتاه مدت هم برای دراز مدت. سر تشکر مبالغ صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. چقدر موافق هستین که ایران به خاطر مداخله مستقیم در امور سیاسی افغانستان و همچنان پراگنده سازی وضعیت فعلی افغانستان همچنان نشستهایی را برگزار میکنه؟ با سلام خدمت شما، بیننده‌های محترم شما و مهمان‌های شما، سیاست ایران را وقتی ما در 40 سال اخیر در قبال افغانستان مطالعه بکنیم، یک نوع شیفت و یا تغییر بسیار بارزی را در سیاست ایرانی‌ها در قبال افغانستان می‌بینیم. تا سال 2001 ایرانی‌ها بیشتر ارزش محور بودن، حالا این ارزش ها ارزش های فرهنگی و زبانی و بعضا مذهبی بود، برای اساس سعی میکردن که حوزه ای را که ما از او تعریف به نام حوزه شمال داریم، یعنی تاجیک های افغانستان، هزاره های افغانستان را به شکل سنتی بیایه و به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی که وجود داره تقویت بکنن. اما بعد از سال 2001 ما شاهد مخصوصاً این تغییر بعد از سال 2008 بسیار به شکل بارز نمودار شد. ایران دیگه بر اساس منافع عینی خودش حرکت میکنه و تعریف اونا که اونا از منافع عینی خودشان دارن بحث آب هست، بحث امنیت مرزهایشان هست، بحث وضعیت قدرت در افغانستان هست و بر اساس همه ملاحظات و شیفت سیاسی در سیاست جمهوری اسلامی هست که ما میبینیم که عملا به عنوان یکی از به اصطلاح متحدین طالبان عمل کرد در طول 20 سال گذشته، چه کمک های استخباراتی را که ایرانی ها انجام دادن و چه کمک های تسلیحاتی را که اونا انجام دادن. روابط بسیار نزدیکی با عبدالقیوم ظاهر داشتن، و ملا ودود که امروز والی بلخ هست بسیار بسیار به ایرانی ها نزدیک بود و امروز هم هست، و کسی به نام آقای اسلامزاده از فیلمسازای ایرانی که در اصل مرتبط با سپاه پاسداران ایران هست، فیلم مفصل را از آقای ملا ودود هم تهیه کرده. بنابراین من فکر میکنم این بسیار بسیار غیر واقع بینانه هست که ما بیاییم و تمام مسائل را از او عینک مذهبی یا زبانی تفسیر بکنیم. ایره امروز متفقین سنتی ایران هم فهمیده، یعنی هم هزاره ها فهمیده هم تاجیک ها فهمیده که ایرانی ها دیگه بر اساس شعار زبان و مذهب حرکت نمی کنن. اینا بر اساس منافع خودشان حرکت می کنن و به همین لحاظ هم هست که شما می بینید کشیدگی های وجود داره. خب بحث دایر کردن کنفرانس در ایران، در تداوم کنفرانس با پاکستان ازبکستان موافق سیاست های ایران و جمهوری اسلامی در قبال افغانستان نیستم و یکی از شکایت های ما همی هست که امروز با اونان متفق طالب عمل میکنه اینا. اما اینه که ما بیاییم بگیم که ما چرا در قبال ایران نتانستیم یک کنفرانس برگزار کنیم؟ چون تو ضعیفی، چون تو هیچی نداری، چون ایران قوی هست، چون کشورهای منطقه قوی هست، چون تو آشوب زده هستی و یک کشور آشوب زده ای که نان خود تامین نمیتونه در مقابل ایران نمیتونه کنفرانس برگزار کنه. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم. هاشمی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. بحث حضور تمامی گروه های قومی و مذهبی یکی از خواست های عمده ایران در طول بیشتر از یک سال گذشته بوده.
جوابهای قناعت بخش برای کشورهای همسایه که شبیه این خواستها را داره چی میتونه باشه؟ الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. اما بعد احمدی صاحب برای شما، برای مبلغ صاحب و سنگ دل صاحب و همچنان بینندگان تان سلام های خود را تقدیم میدارم. یک چیز، یک عدد تحلیلات باید بکنیم. یکی است که حال ایران تقریبا خود را اینطور نشان میده که نمایندگی از کتله شرق میکنه، مثلا از روس و چین، و پاکستان هم خود را نماینده امریکا و ناتو میدانه. دیگه لحاظا اینا که اصلا در افغانستان دخالتشان مثل که آقای سنگدل گفت که غیر مواجه هست، از خاطر غیر مواجه هست که اینا نمیتونن که در مسائل افغانستان من بعد ایتو کار بکنن مثل که در طی 20 سال اخیر کردن. حالا در افغانستان یک قوت، یک حکومت مرکزی وجود پیدا کرده، مراکز قوت از بین برده، او حلقاتی و مردمی که همراه ایران و پاکستان دست داشتن اونا دستایشان بریده شده. اینا نمیتونن که او چیزایی که خودشان علیه منافع ملی افغانستان باشه سر کس تحمیل بکنه. حالا آمدیم اگر ایران و پاکستانی را درک کرده باشه که ما در یک منطقه وجود داریم که افغانستان قلب از اون منطقه است، هیچ رشد سیاسی، هیچ رشد اقتصادی، هیچ رشد امنیتی بجز رشدی که در افغانستان باشه امکان نداره، نه در ایران امکان داره، نه در پاکستان امکان داره، حتی دولت های همسایه. یعنی مقصد ما این است که متاثر می باشه. مثل که وزیر خارجه ایران میگه که والا بعد از تحول 1 میلیون، تقریبا 1.5 میلیون مردم از افغانستان به ایران رفتن، همچنان به پاکستان. یعنی معنایش این است که هر روندی که ایجا اگر امنیت خراب بشم کلگی همسایه ها به او متاثر میشه. اگر اقتصاد ایجا رشد کنه، رشد اقتصادی تأثیری مثبت سریزی دولت های همسایه میندازه. اگر ایجا امنیت مکمل باشه، امی تأثیر گذار از سر دولت های همسایه. حالا اگر ایران و پاکستانی را درک کرده باشه که باید سیاست های مسلمانی و همسایگی و همجواری را در نظر بگیریم، بعید از شرق و غرب، به اساس کار بکنیم که ما مردم از این منطقه هستیم، باز خو هر کردارشان نتیجه میده. اما اگر اینا در امو اشتباهات 20 ساله خود یا 40 ساله اخیر خود تکرارن اینا را تکرار بکنه، به نظر من بجزی که هنوز رسواتر میشه، هنوز مردم افغانستان علیهشان برمیخیزه، هنوز حکومت با حکومت فعلی افغانستان در مقابلشان موضع‌گیری میکنه، دیگه کدام نتیجه به دستشان نمیایه. بله، اما در جریان بحث اشاره شد که حالا شما اگر نامش مداخله بمونه، اینا هر کاره ایران در طول سالهای گذشته این کار را کرده، بازم به خاطر منافعش این کار را انجام میده. بحثی است که افغان ها و حاکمیت موجود چقدر میتونه از این مداخله جلوگیری کنه. جواب شما را میداشته باشم، اما پیش از اون وقفه کوتاه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدیم. صحبت شما رو میداشته باشیم آشو میسیم. بله آقای احمدی، ما به این نقطه میامدم. نقطه ای است که حال ایرانی ها باید این را درک کرده باشه در سیاست خود که دخالت در افغانستان به جز خساره برای خودشان دیگه چیز نداره. افغان ها برای خود تاریخ دارن صحیح، امروز شاید مجبوریت ها داشته باشن، امروز از جنگ 40 ساله اخیر مثلا بدر میشن، بیرون شدن، اشغال از اینجا راندن، مشکلات داخلی خود درست میکنن. اما ایره باید ایران و پاکستان بفهمه که دیگر در افغانستان اینا جای دخالت ندارن که بکنن. لذا بهترین گزینه چی است؟ بهترین گزینه ای است که مراکز استراتژیک اینا، سیاست گذارای اینا، اینا رو بفهمه که افغانستان قلب آسیا است، در هر چیز چی دارن. نمیتونن که اینا را یا حذف بکنه افغانستان، یا به اساسی که هرچی خودشان میخواه به اونمو اساس کنفرانس دایر کنه و از او کنفرانس اینا نتیجه گیری بکنن. بهترین رایشی است که اینا امرای مردم افغانستان، حکومت فعلی افغانستان دست بدن، یک دست همسایگی مسلمانی رو بدن تا بتانم ملت‌های از این منطقه از یک دیگه استفاده عادلانه بکنن. اینا در هر چیز هم اینطور است. یعنی ایره من میفهمم که حالا مثلا شاید ایران به این کنفرانس یا پاکستان اینا اصلا پشت یک چیز بگردن، خو نتیجه شی است که برایشان فایده نمیکنه. در او وقتی که ایجا حلقاتی داشتن در سیاست افغانستان، در استخبارات افغانستان خودشان دخیل بودن، حتی مثلا قماندانای عسکریشان می اومدن اینجا در کوههای افغانستان میگشتن، در او تو حالتی که اینا استفاده نتونستن، افغانستان از دستشان رفت، آیا از این به بعد میتونن؟ این رو باید تحلیل بکنن. از این به بعد هرگز در افغانستان نه دخالتشان نتیجه میده، بلکه
علیه خودشان استفاده میشه. بله سنگدل صاحب، از شما میخوایم بپرسم که آیا فکر میکنین که واقعا ایران به این نتیجه رسیده باشه که ثبات در افغانستان میتونه به نفع تمامی کشورهای منطقه مشمول خودش تمام شود؟ ببینید، ما پیشتر تاکید کردم دوستا شاید درست برداشت نکرده شرف ما را که ما در منطقه یک کشور بسیار ضعیف هستیم. معنایش این است که ما رهبران نداریم که توانمندی تحلیل امروز و فردا را داشته باشد و طور بسیاری تحلیلگرای ما توانمندی زی نداره که به سطح منطقه و فراتر از منطقه تحلیل بکنن و پیش بینی بکنن که در 20 سال 30 سال 40 سال آینده و 10 سال آینده چی اتفاقات در منطقه و جهان روبرو میشه و همین سبب شده که ما یک جغرافی ضعیف را فقط حضور داریم اما عملکردهای قوی نداریم که جایگاه ما را به حساب تعیین بکنه و فکر و مفکوره انسان هاست که جایگاهش را تعیین میکنه، نه پول، نه به حساب ذخایر، به حساب فقط مفکوره هاست، چیزی که در افغانستان همیشه سرکوب شده. هیچ کشور در منطقه تا زمانی که احساس نکنه که سیاست افغانستان به نفعش است احساس خطر میکنه. یا ما اگر امروز افغانستان یک حکومت قانونی داشته باشد و همه چیز درست هم باشد، باز هم ایرانی ها، پاکستانی ها و هندی ها مداخله میکنن. شما اگر همین آرشیفتان بکشین، اکثریت تحلیلگرای ما میگن این به ما بسیار کمک کرده خانه شما، در حالی که بدبختی افغانستان ندستین شده. به خاطر این ما را 100 میلیون دلار کمک میکرد، پاکستان ما را 1 میلیارد دلار متضرر میساخت. ما نتونستیم که بگیم برادر، از نقطه نظر منطق سیاسی، از نقطه نظر جغرافیا پاکستان با ما نزدیک است، سرحدات داریم با ما، در درجه اول سیاست خارجی ما با پاکستان کار میکنیم و از داشته های پاکستان به خاطر ساختن افغانستان ما استفاده میکنیم و همچنان به خاطر ایران، چون ما توانمندی سیاست به سطح ولسوالی داریم نه به سطح حتی ولایت و فراتر. ایرانی ها، پاکستانی ها، هندی ها تلاش هستند که در ساختار حکومت هندی افغانستان اشخاص و حضور پیدا بکنند که با اینا نزدیک باشد و بتونن منافع ایرانی ها را یا پاکستانی ها را یا هندی ها را اینا حفظ بکنن و دفاع بکنن، چیزی که در 20 سال بود، چیزی که در 30 سال بود، در 40 سال افغانستان هم بود. ما باید متعقیم براتون بگم که در حکومت گذشته تا خود مشاور امنیت ملی اشرف غنی گفت که ما صلاحیت تعیین وزیر دفاع و وزیر داخله و رئیس امنیت ما نداشتیم، به ما خارجی ها میگفت، خودشون گفتن. عین شکل کشور منطقه ما سهمیه خودم میگرفتن فقط که یک چیز میراثی بوده باشه. بنان ایرانی ها و هیچ کشور در منطقه در افغانستان برای افغانستان دلسوز نبوده. ما چند مثال زنده برتون میتم. در ایران همین هزارا جوان است که بدون سند میگرده، برشان دولت ایران برشان سند نمیده. اگر ما اینقدر دلسوز میبودن، تاریخ ما، دین ما، مذهب ما میدادن، برای اینا را قانونی میساختن. جوان های ما تحصیل کردن نمیتونن به سطح به هایر ادویکیشن یا یونیورسیتی تحصیل بسار بکنن. زمینه کار برشان مسائل نیست. دسکریمینیشن وجود داره. چطور ایران میتونه که بیاید با ما جلسه بگیره و ما را مشوره بده؟ پس این تمام عملکردهایی که کشورهای دیگه به مقابل ما میگیره، اگر از نقطه نظر منطق درجه بندی کنیم، کسی که در رأس قدرت سیاسی در افغانستان است در نخست ملامت اولی است، به خاطر اینکه اون نتونسته که یک ساختار سیاسی را ایجاد بکنه که آستاست آستاست قوتای ما قوت بگیریم. شما اگر به این منوالی که ما امروز پیش میریم و به این رقمی که ما سیاست میکنیم اقتصاد پیش میبریم، شما باور کنین که استقلال افغانستان در 3 سال 4 سال آینده افغانستان زیر سوال میره، به دلیل اینکه ما با جهان وصل نیستیم، من رئیس یک کشور، با کشورهای منطقه من رئیس یک کشور وصل نیستیم، با شهروندا من رئیس یک دولت و حکومت و حساب یا شهروند وصل ما نیستیم. این فاصله ها ما را دیگه ضعیف میسازن. برای اینکه این مشکلات مدیریت شود و ما از خود حرف داشته باشیم، مفکوره داشته باشیم، ایدئولوژی سیاسی داشته باشیم، عملکردها داشته باشیم، شما باید تمام ساختارهایتان که در کشور خودتان است و ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باید یک زیر ذره‌بین بگیرید، تحلیل و ارزیابی بکنید که کدام ساختارها میتواند که زمینه یک دولتداری خوب را مساعد بسازه، عدالت به حساب باشه، عدالت اجتماعی به حساب باشه، متخصصین در کنار ما باشه، ما بتونیم واسطا از کشورهای منطقه دور نمانیم و پس نمانیم در هر عرصه. اما امروز تمام چیزا تصادفی پیش میره. ما نه طرح سیاسی داریم، نه طرح اقتصادی داریم، نه سیاست خارجی داریم. همین خود سیاست خارجی افغانستان اگر شما سرچ بکنید در اینترنت فعلا وجود نداره. 5 صفحه باید سرچ کنید وجود نداره. ما در قبال ایران چی سیاست داریم، در قبال پاکستان، در قبال این، در قبال غرب، در قبال افریقا، در قبال آسیا، چی ما با کدام کشور ما نزدیک هستیم؟ نه دوست ما معلوم است، نه دشمن ما معلوم است، نه کشور به طرف معلوم است. پس شما چطور میتونید که با این کشورها رابطه داشته باشین، رابطه دیپلماتیک داشته باشین که تا همه چیز پراگنده است؟ ما چندین بار گفتیم کشورها تصادفی جور نشده، ارزش ها تصادفی به وجود نامده، همه زحمت کشیده شده و اشخاصی که توانمندی ایجاد ارزش ها بوده در کنار دولت خود باید
کوشش او چیزی که همیشه هم در گذشته کم رنگ بوده و هم امروز اصلا وجود نداره و این میتونه سخت نظام متضرر بسازه. سپاسگزارم. مبلغ صاحب، وزیر خارجه ایران در ادامه صحبت‌هایش در رابطه با می کنفرانس میگه که ایران از تمامی ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد تا صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کنه. با در نظر داشت از این که حالا حاکمیت موجود بارها از صلح سرتاسری و امنیت قابل توجه در کشور سخن گفته، تأمین امنیت با استفاده از ظرفیت های ایران به چی معنی میتونه باشه؟ من یک بار دیگه باز تکرار میکنم که حکومت فعلی ایران برخلاف برداشتی که ممکن هست دوستای ما داشته باشه، یک سیاستش در قبال افغانستان سیاست ارزش محور نیست، نه ارزش فرهنگی و نه ارزش مذهبی. یعنی در غرب کابل اگر فرض کنید هزاران نفر هم کشته شود برای ایران مهم نیست. بر خطا نروید که فکر کنید هزاره ها یا شیعه ها برای ایران خیلی مهم هست، یا مثلا فرض کنید که کسایی را که به زبان فارسی تکلم میکنه. ایران دنبال منافع استراتژیک خود هست، بحث آب هست، بحث امنیت مرزایش هست و امروز در یک حرکت تماما موازی و همراه و همگام با طالبان حرکت میکنه، چیزی که باعث نارضایتی متفقین طبیعی اونا شده. و اما اینه که ما بگیم که در افغانستان امنیت تامین هست، امنیت سراسری هست، خطر برای فروپاشی وجود ندارد، خب دروغ هست. این چیزی هست که آقای ذبیح الله مجاهد میگه، این چیزی هست که سخنگوهای حکومت طالبان ایره ادعا میکنه. اما ما اتفاقا در مرز یک فروپاشی هستیم، در بطن یک فاجعه هستیم، در میان یک رویارویی عظیم همه در برابر همه هستیم. ایره من فکر میکنم هر افغانستانی که امروز با حوادث افغانستان آشنا هست میفهمد. شما کوچهای اجباری را شاهد هستید، شما تحرکات نظامی در جای جای افغانستان را شاهد هستید، شما نارضایتی مطلق مردم را، حتی مردم عزیز ما در جنوب را شاهد هستید، شما بی‌عدالتی های مطلقی را که انجام می‌گیرد شاهد هستید. ادعا می‌کنند که ما جزیره‌های قدرت را حذف کردیم. امروز هر ملای اینا در هر منطقه برای خودش حاکم شهر هست، مجری قانون هست، چوب میزنه، به اتک میبنده و هر آنچه را که آنارشیزم بدتر از ایرم در تاریخ افغانستان ندیدیم، آنارشیزم بدتر از ایرم در تاریخ افغانستان ندیدیم. بنابراین ایه که ایرانی ها میگن ما از ظرفیت های خود برای ایجاد صلح استفاده میکنیم، من میگم که اینا صادق نیستند در رفتارشان. نه ایرانی ها صادق هستند نه پاکستانی ها. ایرانی ها اگر صادق باشد در قبال افغانستان و مردمش، ظلم هایی را که در افغانستان جاری هست چشم خود را بر روی او نمی بنده، در کنار طالبان نمی ایسته، در کنار مجموعه های مثل ملا قیوم زاکر و ملا ودود نمی ایسته. بنابراین من هم با شما موافق هستم که ایرانی ها دنبال منافع استراتژیک خود هستند، اونا به هیچ چیز پایبند نیستن. ممنون، سپاسگزارم. ادامه یه تحول پس از وقفه. به ادامه یه برنامه باسم خوش آمدین. هاشمی صاحب، آیا واقعا وزیر خارجه ایران با از متن فروپاشی و فاجعه اشاره میکنه و تاکید میکنه که آقای مبلغ با او اشاره کردن؟ والله نمیفهم. آقای مبلغ یک شخص اکادمیک افغانستان است و استاد پوهنتون است. تقریبا 6-7 ماه میشه که من هر جایی که یک جایی شدم یک گپای دروغینی سوشل میدیا را تکرار میکنه و ایجا آناشیزم است و ایجا کلگی بزرد کلگی افتاده و اینجا ای تو قوی است و ای تو راست و ای تو راست. یعنی در نظر من خلاف واقع است. آقای مبلغ یک دفعه خودتون بیاین اینجا بگردین، همه مردم میگردن میبینن. الحمدلله در افغانستان امنیت سرتاسری است، الحمدلله جزایر قدرت از بین رفته، اینجا هر چیز است، لله الحمد. تو نیست که شما ای را به مردم اینطور یک اینطور نشان بدین که مثل ما این از اینجا بیرون میشیم دیگه مردم ما را اختطاف میکنه که کلگی علیه کلگی است. یعنی اینطور یک تصویر میدن
مثل که ولی در افغانستان خدا نخواسته کوچه در کوچه جنگ باشه. این گپای غیر طبیعی است، خوب نیست، مناسب نیست. مردم افغانستان کلگی میبینه شما را آقای مبلغ. اینا را واقعی است که شما در ضد واقعی صحبت میکنین، یک چیزی است که خلاف واقع است. و به هر صورت آمده میره درباره ما، درباره ای که همسایه های افغانستان در توی 20 سال یا تای 40 سال چی کردن، دو به این خاطر چیز نمیگم که اونا نتیجهش هم معلوم شد، اینا را خودشان هم فهمیدن که ما چه میکردیم و چه میشد. گذشته صحبت نمیکنیم، مشخصا میخوایم از شما همین موارد بپرسم. وزیر خارجه ایران میگه که از تمامی ظرفیت ها به خاطر استقرار صلح و امنیت در افغانستان استفاده میکنیم. این حرف به چی معناست؟ خب حال دو گپ است، نه دو معنا داره. یک معنایش این است که امرای حکومت فعلی افغانستان دست بدن، مثل که آقای مبلغ برشان میگه که وای کارو میکنن. خب ما به این عقیده هستم که وای کارو نمیکنن. دست امرای مردم حکومت فعلی افغانستان بدن، به شکل اساسی مثل همسایه ها با هم بشینن، با هم صحبت بکنن، اینا بگن که کدام منافع ملی در فایده افغانستان است، کدام منافع ملی در فایده ایران است، با هم کار بکنن. یک جنبش است، یکم از ظرفا است. یعنی این طور ظرف است که مثال گپ تا با حکومت افغانستان هم همکاری داشته باشند، با هم صحبت هم کنند، کدام مشکلاتی که اونا زیر نظر دارن برشان میبینن که این خلاف منافع ما است، اونا را در سر میز باید حل بکنن. این یک راه است. یک راهشی است که همون ظرفها را، همون چیزها را که در طی 20 سال اخیر مباشرتا استفاده کردن و میخواین اینا را باز استفاده بکنن، او مردم یاد پاکستان شیشته، یاد ایران شیشته، یاد در ترکیه و در دیگر کشورهای دنیا است، و نموجه پیسه برشان ببرن، برشان بدن. از خاطر که این مردم اگر از هر قوم بوده، اگر از هر مذهب بوده، همون مردمی که با این کشورها دست داشتن، اونا حال پیش مردم منفور هستند. مردم نه صحبتشان را گوش میگیرن، نه پشتشان میره، نه به امرشان عمل میکنن، نه پشت از اونا مردم استاد میشه. لحاظا اگر ایران مخلصانه و پاکستان یا دولت های همسایه به صورت عموم مخلصانه کار بکنن که علیه امریکا و علیه کشورهای استبدادی که میخواین که افغانستان به رسمیت شناخته نشه و میخواین که افغانستان به انزوا کشیده شه و اینا، یعنی اینا اینطور عمل بکنن که علیه اونا عمل بکنن، امرای افغانستان ساده بشن، در فایده خودشان هم است، در فایده مردم افغانستان هم است. اما اگه این کوشش بکنن، بعض مشکلات قابل توجه برای افغانستان مشکل خلق کنن، نتیجه نمیده. در داخل افغانستان داریم، آقای سنگدل به او اشاره کردن، ما ابتدایی ترین موارد سیاست خارجی خود را تا هنوز تشریح نکردیم، تا هنوز برای افغانستان روشن نیست کی ها دوستش است، سیاست خارجیش در قبال همسایه هایش روشن نیست. من چه میگم؟ من خب اینقدر برات میگم که حکومت فعلی افغانستانی را ثابت کرده تا 20 سال اخیر زیاد استوار قدم وار میداره. استوار مانایشی است که برای خود اولویات داره. در اول روز اولویاتشان این بود که باید امنیت افغانستان تامین شود، باید قلمرو جغرافی افغانستان تامین شود، باید ایجا مظالم دور شوه، ایجا زیاد کوشش به ای کردن که امنیت افغانستان گرفته شوه، برای امن کوشیدن و میکنن و در عین وقت کار میکنن سرش. بله. آمدیم در مسائل فساد اداری کار کردن اونا را تا حد اکثر، من نمیگم که به 100% والا ایجا فساد اداری نیست، تا 90% اینا اونا را از بین بردن. فساد مالی را 90% تقریبا 85 تا 90% از بین بردن. یعنی این تو چیزا هست که افغانستان یک خرابه واری مانده بود از حکومت سابق، اینا تا حد اکثر تا امکانات خود توانستن که اونا را بجا کنن. مثلا آل بودیجه افغانستان از تا 43 سال اخیر، اینا هیچ وقت عایدات افغانستان به این رقم به خزانه افغانستان نرفته بود که خودشان بودیجه خود تعیین بکنن. امروز نروز اگرچه این کشافی بودیجه نداره بودیجهشان، خب بازم همی که همی تقریبا 6.5 لک یا 7 لک نفر ایجاد تنخواه میخوره، یه حکومت 14 ماه یا 15 ماه کار خود پیش میبره، این خودش یک دستاورد است. آمدیم به این که من میگم که حتی برای سیاست خارجی که آقای سنگدل صاحب برش اشاره کرد، من میگم آقای سنگدل صاحب که اکتینگ یا عمل کرد بجز از نوشته است. مثلا حالا اگر یک نفر در یک سیاست خود نوشته میکنه، یک کتاب نوشته میکنه که سیاست خارجی ما است، خب خلاف از او عمل میکنه، او هیچ فایده نداره. و به این وقت اگر عمل کردی کدام کشور یه طور یک عمل کرد باشه که اونا بر کشورهایی رو ثابت کنه که اگر در آینده کدام پالیسی برای سیاست خارجی جرم میشه، به می اساس خوب بهتر است. مثلا تای 14 ماه یا 15 ماه اخیر امارت اسلامی افغانستان به کشورهای همسایه، به کشورهای دنیا ایره ثابت ساخت که هیچ وقت خاک افغانستان علیه از اونا استفاده نمیشه، گروه های تروریستی را جلوش میگیرن،
کوشش میکنن که علیه اونا جنگ کنن، اونا را خاتمه بدن در افغانستان. این بر دنیا ثابت شده، ده ای هیچ شک نیست. مشکل ده چی است؟ مشکل ده ای است که همی دنیا که حال موضوع گیری کردن، نتیجه کلگیش لابگیری وقتی خلیلزاد است. خلیلزاد وقتی که وجه حکومت امریکا در دوحه همراه امارات اسلامی افغانستان صحبت میکرد، روی یک تفاهمنامه کار میکردن، میدیدی خلیلزاد یک روز در مسکو است، یک روز در پکن است، یک روز در تهران است، یک روز در ریاض است، یک روز در اسلام آباد است، یک روز تاشکند و دوشنبه و این جایا است. از این خاطر که اونا را کلگی را زیر استبداد خود گرفته که تا گرین لایت از امریکا نباشه شما به رسمیت نمیشناسین افغانستان یا حکومت جدید افغانستان را که میآید. یعنی این کار اونا کردن. عالمی تو منافع ملی اگر از دولت های همسایه است، اگر از دور 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 دولت ها است، دست امریکا است که نمیتونه که بدون از چراغ سبز امریکا افغانستان به رسمیت بشناسه. تعامل میکنن، یک نوع تعامل رسمی دارن، اما به زبان اعلان نمیکنه. سببش این است که منافع ملیشان زیر دست امریکا است و با اونها اساس عمل میکنن. ممنون. سنگدل صاحب، حکومت تازه افغانستان بسیار واضح استراتژی های بیرونی خود را تعریف کرده، واضح گفته که قرار نیست از خاک افغانستان به کس ضرر برسه و در عمل ها میره ثابت ساخته. خب من بسیار معذرت میخوام، دولتداری تعریف خاص خود داره. ببینید شما معلفای دولتداری است که شما عرصه های مختلف دارین، در عرصه های مختلف متخصصین مختلف است که میاین برای شما اول حکومت را قانونمند بسازن. شما با ما میتونین یک سوال ما شما دارم، من هستم ژورنالیست، میتونین مرا کمک بکنین همی کدام نظام ما داره فعلا؟ نظام کدام نظام است؟ همی بگم مطابق فعلا از شما میپرسیم سنگدل صاحب، همی ما رئیس جمهور خود، همی امیر المومنین خود، ما چی رقم انتخاب میکنیم؟ آقای سنگدل که انتخاب از سعودی انتخاب کردن، ما بر سوال میکنم. نه خود تو سوال کردی، ولی من جواب خودم میدم سنگدل صاحب. من برات میگم که این چیزا گوش کو، این چیزا در دنیا هیچ اعتبار نداره. سعودی از پادشاه خود انتخاب نکرده، دیگر کشورهای دنیا از همینطور پادشاه هست، هیچ وقت انتخابات نداشته، مردم به رسمیت میشناسش. اینجا در افغانستان باش سنگدل صاحب. سنگدل صاحب یک من سوال میدم، یک جواب برات میدم. ما شما سوال نکنیم، شما اعلان بک که ما یک سیستم شاهد، ما یک جواب برات میدم، یک جواب بخشش باشه زیاد. ما این را میگم که در 20 سال اخیر در افغانستان کدام نوع دموکراسی بود که اونا رو برسمیت بسیار تشکر از شما بگذارین که نظریت آقای سنگلام داشته باشیم. بفرمایید. شما ما خور تایید نکردیم دموکراسی بود، او از بدتر از دموکراسی بود. ببینین ما میخوایم که شما واقعتا رو بگوین که طالبا استفاده کنن. حکومت قانونمند ما نداریم، نظام های ما نهادهای ما قانونمند نیست، پراگندگی سیاسی است، پراگندگی اقتصادی است. امروز جام جهانی امور که شما کفار میگین، اگر کمک اگر افتوار کمک نکنه ما شکست شما داده نمیتونه برادر. صحیح واقعتا بگوین دوم در کدام مطابق با کدام میار ما حکومت داری خود واسه انجام بدیم. شما میگین که سیاست خارجی ما موفق است، اگر سیاست خارجی ما شما موفق می بود ما شما از جهان امروز فاصله نمی داشته بشین، در انزوای جهانی رو برابر داشته، ولی اگر همسایه گناهکار بوده باشه یا جهان یا خلیلزاد، ما کدام پالیسی ها رو مد نظر میگیریم که مفکوره های خلیلزاد خون صاحب کنیم؟ ما خود نداریم. درست است، ما به نظر ما به شما معتقد هستم که خلیلزاد شاید پرابلم کرده باشه، اما برنامه ما چی است؟ ما خاطر نمیشه که شما بگین که ما همه چیز زبانی میکنیم، افغانستان به کس خطر نیست. افغانستان به خود چی ارزش تولید میکنه؟ در کنار افغان طالب ها و رهبران طالب ها کدام اشخاص متخصص دیگه است؟ شما واقعا مرئیس مسلمان یک واقعا بگوید در میان ساختارهای طالب ها کدام یک نفر است که طالب نیست که در دست قرار داشته باشه، یا وزیر بوده باشه، یا معین بوده باشه، یا رئیس بوده باشه؟ نیست. واقعا بگوید برادران مسلمان هم تن دیوالی به حساب. ما به خاطر این پیشنهادات میکنیم که ملت ما جور شه. ما همیشه گفتیم که بیرون ها ملامت بوده، اما نگفتیم که ما خود ما ملامت بودیم، قدرت انحصار کردیم، تعصبات قومی بوده، تعصبات سیاسی به حساب بوده و با کشورهای دیگر ربط داشتیم، کشور ما جور نشده. ولو که شما همین تمام جهان رو در افغانستان برید، تا زمانی که ما از داخل خود جور نکنیم واقعتا نپذیرین جور نمیشن. حتی پیشنهاد ما به تلویزیون محترم آرنایی است که بگذارین تحلیل روابط خارجی را، بگذارین که همسایه با ما چی میکنن، یک گفتمان ملی را جور بکنین که افغانستان از داخل چطور جور میشه. تا زمانی که از داخل ما جور نکنیم افغانستان و یکی دیگر را نپذیریم و واقعتا را نگوییم، ما فکر نمیکنم به این حرفایی که ما خودت بگی که من راست میگم، ما تو خودت تو راست میگی، به این رقم نمیشه. اگر شما باید داشته باشین بعض سوال ما واقعا مهم است. سنگدل صاحب چی فکر میکنین که در شرایط فعلی افغانستان آیا کس دیگه را قبول نمیکنه؟ آیا همپذیری وجود نداره؟ آیا واقعا تلاش به خاطر بهترسازی وضعیت فعلی صورت نمیگیره؟ اصلا هیچ یک کوپریشن یا همکاری داخلی وجود نداره.
شما میل برین برای طالبان بگین که این یک نقد کنین یا شما رو بندی میکنن یا شما رو از بین میبرن یا پرابلم مرتون جان میکنن نقد کس نمیپذیره من ایس یک شهروند شما نمیدونید نازاد حرفتون بزنید اون خود دوست مومن اعظم گفت که شاهی است نان در یک سیستم شاهی دیگه بس دیگه با دیگه شما حرف ندارید چیزی که اونم پاچای ما میگه اونم ما میشنیم که ما یک پاچا اون تعیین شده است من ایفون کی تعیین کرده پاچا را 40 میلیون نفوس کی تعیین کرده که پاچا ما میه پاچا میشه همین میکانیزم امیرالمومنین که ما میگه امیر باید قانونمند بسازین از طریق انتخابات یا علمای دین بس انتخاب بکنه یا اساتید من انتخاب بکنه یا شهروندان انتخاب که نمی امیرالمومنین ماست ما امیرالمومنین افغانستان است نه امیرالمومنین امیرالمومنین افغانستان است میرم انتخاب میکنیم و 10 سال و 20 سال و 5 سال این به ما چه خدمت انجام میده بازم اونا میان میگه که ما برای افغانستان یک خدمت دیگه خدمت اینی خدمت اینی خدمت اینی اینی تغییرات میاره که ما آگاهی پیدا کنیم که اینی رهبر ما با ما اینی ارزش ها را ایجاد میکنه و از این ارزش های ما حفظ میکنه حالا خب معلوم نیست که ما به طرف کجا میریم و ای هم طالب ها متضرر میسازه با باش برف آخر میخوایم هم طالب ها متضرر میسازه هم جامعه را متضرر هم با کشورهای رقیب و وسط منطقه و جهان قوت میباشه که افغانستان متضرر میسازه و ما بدون از اینکه یک نظام داشته باشیم تو بسا با اکسیدنت یا تصادفی کشور را پیش بریم و نتیجه نمیده سپاسگزارم ادامه یه تحول پس از وقفه بدومه یه برنامه باسم خوش آمدین. مبلغ صاحب میخوایم بحث را جنبندی بکنم. برایند نشست فوقلاده وزرای خارجه همسایه های افغانستان را که قرار است در ایران برگزار شود چگونه بررسی میکنین؟ چه تصامیم خاص محتمل است که در این نشست گرفته شود؟ تا زمانی که در افغانستان طالبان به عنوان یک قدرت باشد تا زمانی که وضعیت جغرافیا و وضعیت توازن قوا تغییر نکنه توصیه های کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه یا کنفرانس های در سطح جهانی تا زمانی که به منظور توصیه باشه نمیتونه مؤثر باشه در افغانستان دو چیز میتونه تأثیر ایجاد بکنه یکی بحث توازن قوا هست فعلا ممکن هست که جغرافیا در دست طالبان باشه اما این جغرافیا جغرافیای سنتی طالبان نیست این جغرافیا بسیار تحولات عجیبی را دیده دست به دست شده در هر 5 سال یک بار دست به دست شده هر 10 سال یک بار هر 2 سال یک بار بنابراین خیلی به جغرافیا دوستای طالب ما اعتماد نکنم بحث توازن قوا آمدنی هست به دلیل چی؟ به دلیلی که مردم ما امروز طالب همین مسئله هست مردم ما در طی یک ظلم قرار دارد علی‌رغم این کارهایی را که طالب انجام میده یا آقای هاشمی انجام میده منتها ما کوچای اجباری را در خواجه بهاءالدین تخار داریم در شهرستان دایکندی داریم ظلم های بسیار زیاد را در جغتوی غزنی داریم یک کوچی 3 سال پیش 2 تا مواشی خود گم کرده حال بسته قریه را گروگان گرفته که شما حتما بردید و از پیششان حکومت طالب بلگه ها کلدار غرامت گرفته اینا ظلم هست و ظلم پایدار نخواهد بود نیروهای سنتی چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ سیاسی آمدنی هست ببینید بین ما و شما شاهد باشه آمدنی هست دیر یا زود مهم نیست ما صبور هستیم ما برای ثبات قرار نیست که از عدالت بگذریم از حق بگذریم هزینه ثبات نمیتونه عدالت باشه نمیتونه حق باشه مردم ما در طول تاریخ در 300 سال ای تاریخ نکبتباری ملک برای یک چیز مبارزه کرده و حق بوده و عدالت و امروز نمیتونه مردم ما را از این مسیر منحرف بکنه گرچند که تحولات آمده یک تحول توازن قوا هست که میتونه در افغانستان ثبات را بیاره دیگه تصمیم جامعه بین المللی و ما امیدوار هستیم که یکی از تحولات اتفاق بیفته دیگه کشورهای پیرامون ما و شما ما گفتم اینا فعلا بساز طالب میرخصد یعنی ایرانی ها بساز طالب میرخصد برخلاف تحلیل هایی که وجود داره که اینا ارزشگرا هستن نخیر سر تشکر مبالغ سپاسگزارم
هاشمی صاحب، با در نظر داشت از اینکه هیچ ساختار هدفمند نیست و حتی بزم آقای سنگدل حتی همکاری داخلی وجود نداره، چطور میتونیم از نشست های بیرونی امیدوار باشیم؟ والا ما نمیفهم مشکلی است که برادرایی که در خارج ششتن اینا به اصطلاح مصادرشان زیاد ضعیف است یا نمیخواین یک چیز یک نوع خود طرفدار از این ملت هم گرفته نمیتونن، از خاطر که با مدیگه طرف اینا زندگی کردن و نمیتونن خود را حفظ کنن. یعنی به نظر ما در افغانستان حال یگانه بعد از 40 یا 50 سال اخیر یگانه حکومت مرکزی وجود پیدا کرده که اگر افغانا با هم دست بدن میتونن که افغانستان کشتیش به یک جای برسانن. اگر ما بیاییم اینجا بیشینیم مبلغ صاحب بازی تو بگه که توازن قوایی تو شده و عدالت نیست و نمیفهم فلانی را کوچ داد و فلانی را ایتو کرد و دوست کرد و فلان بیایه و دستمان بیایه یا مثلا یک دیگه نفر بیایه در افغانستان، باز از این بعد دیگه اشغالگرا را بخواین، گمان نکنم که افغانستان به یک جای برسه. به نظر من بهترین راهش بر افغانا همو کسایی که خود فامیده میدانن، همو کسایی که میفهمن که اینی راه درست است، بیاین یک مشوره نی که برای اداره جدید بدن، بشینن همراهشون، پروا نداره 100% گپشان گرفته نشه و 20% گرفته شوه، از خاطر ملت خود، از خاطر وطن خود، از خاطر دین خود خدمت بکنه. حال ما هر چیز تجربه کردیم، ما مثلا جمهوریت چیز داوودخان تجربه کردیم، از خلقیار تجربه کردیم، از پرچمیار تجربه کردیم، این دفعه از مجاهدین تجربه کردیم، این دفعه به اصطلاح 40 سال 20 سال امپریالیسم تجربه کردیم که چقدر مظالم در افغانستان وجود داشت. آیا ما از این باید عبرت بگیریم یا نگیریم؟ آیا ما باید به این بفهمیم که ما چه رقم افغانستان خود باید چی بکنیم، به گفتن مردم کشتیش به ساحل برسانیم یا نه، یا به هر چیز بانجویی کنیم؟ حالا اینطور خو امکان نداره که یک هر شخص ما فرد فرد هر مفکوره خود در حکومت تطبیق ببینه، امکان نداره. ما باید برای افغانستان دل بسوزانیم، برای ملت مسلمان افغانستان دل بسوزانیم. خیر است که اگر یک چیزی در نظر ما کاهش پیدا میشه که مثلا نظریات ما تطبیق نمیشه، پروا نداره، از 10 تا نظریه ما یک نظریه تطبیق شوه که در منفعت مردم افغانستان باشه، یگانگی مردم افغانستان هنوز مضبوط بکنه، یک حکومت قوی در افغانستان وجود پیدا کنه. یه اگر ما هر مرحله که یک فرصت به دست ما بیایه یک 4 تا افغانی طرف و طرف پیدا شوه که نه هیچ عدالت نیست و هیچ کوچکشی است و هیچ کشتن است و فلان است و دستمان است و خودش هیچ عمل کرده نمیکنه، به نظر من این نتیجه نمیده و نتیجه نداده. ما باید این بفهمیم که نتیجه نداده، از این به بعد باید خیر است یک چیزی همزو نظریات خود بگذاریم، بیایم مثلا پروا نداره همی 10% گپ ما را کس قبول کنه، خو یک خدمت برای مردم افغانستان کنیم. ما میتونیم در عرصه تعلیم خاص کار بکنیم، ما میتونیم در اقتصاد افغانستان کار بکنیم، ما میتونیم که از سیاست بیرون دیگه خدمت از این ملت مظلوم بکنیم. آیا ضرور است که ما هر کس هر وقت در سیاست باشیم؟ من مثال برات میگم، حال همین خواهشی که ایران میکنه که فراگیر باشه، کدام اقوام ایران به جز اونا که میخواهند در حکومتشان وجود داره؟ مذهب اهل سنی و جماعت، مثلا سنت و جماعت در ایران در کدام وزارت وجود داره؟ بگه که فلان وزیر ما سنی است. همینطور در پاکستان، در دیگر کشورها که این خواهش از ما میکنه. خب هیچ گپ در هیچ است که باید این تو کس باشه که خدمت از این ملت بکنه، پشت زید و بکر باید ما نگردیم. سپاسگزارم. ممنون. سنگدل صاحب، عنوان آخرین پرسش، به نظر شما راه حل چی است؟ خب راه حلی است که ما سر مردم تاپه نزنیم که از در خارج بود از افغانستان آگاهی ندارم. ما از همه کرده بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کردیم، نهادهای علمی جور کردیم و فامیل ما از خانواده ما است. ما یک دیگر را بپذیریم، واقعیت‌های خود را بگیریم، تمام پیشنهاداتی که ارزش برای مردم افغانستان نظام ایجاد میکنه و استفاده شه و نظریاتی که ارزش ایجاد نمیشه بالای از او فکر شه و تلیش شه که بهترینش انتخاب بود. تا زمانی که طالبان نپذیرن که یک حکومت افغانستانی جور میکنن، افغانی متشکل از تمام افغانستان، متخصصین افغانستان، نه یک گروه، نه یک قوم و افغانستان جور میشه، تعصبات قومی سرطان برای افغانستان شده، دوستات شمپش میکنن. امروز فوق العاده تعصبات قومی در افغانستان قدر بزرگ شده که هیچ حد نداره. اولین بار در تاریخ افغانستان تعصبات قومی که به وجود آمده امروز است. بنان هر زمانی که ما این سرطان را تداوی کردیم و نخواستیم که سرطان کشاف و پیدا بکنه، حکومت قانونمند ساختیم، از دانشمندای خود استفاده کردیم، جوانای خود را نموندیم فرار به حساب بکنن، دخترای خود را به حساب مکتب ماندیم و نهادها را مطابق به قانون فعال ساختیم و مردم از ترس حکومت نکردن، افغانستان جور میشه. به زور و به تفنگچه و به تهدید نه حکومت داری میشه و نه سستینبل یا دوامدار است.
بنان هر زمانی که طالبهایی را درک کرد که حکومت وظیفهش ایجاد ارزش ها است و حفظ ارزش ها است و مصدر خدمت است، من فکر میکنم کم هاشمی صاحب آرام میشه، من میشم دوستای دیگه آرام به صاحب میشم. امیدونیم ما در یک فضای صلح با یک دیگر زندگی بکنیم و یک میراث خوب سیاسی را به نسل آینده ما انتقال بدیم. امروز که طالبها هستند، اگر یک تحلیل بسیار عادی بکنن، تمام عملکردهای منفی که دیروز حکومت ها کردن امور انجام ندن، طالبها میتونن که تاریخ افغانستان بسازن. در گذشته تعصب بود یا اینا تعصب انجام ندن؟ در گذشته هر کس با رفیق خود وزیر میساخت، طالبها اینو نکنن. طالبها عین اشتباهات حکومت های دیروز میکنن، از زمان مجاهدین، زمان خلقی ها، زمان پرچمی ها، زمان جمهوریت عین شکل میکنن. اینطور نیست که طالبان اومده باشن کار کرده باشن گناه کرده، خونا به شیوه خود کردن، اینا به شیوه خود میکنن. اگر طالب میامد میگفتنه 50% وزارتخانه ها موئیناش وزیرایش تخصصی باید باشه، باز ما میگفتیم بهترین است. دوست ما میگن بیاین به افغانستان مشوره بدن. ما بیش از 10 مشوره با 10 صفحه نشسته کردیم با مولا برادر و باقانی و عطا. اوایل آخر ما برشون رایی کردن که من 7500 طالب به طور رایگان در پانتون خود و دانشگاه خود به طور رایگان درس میتم. سر ازو در پشت ما تاپکش ده که خدا کدام کشوری را کمک میکنن، در حالی که من دو نشته کردم که از پول افغانستان، از پول شخصی خودم در کابل در نهاد خودم به طور رایگان درس میتم. چرا ما میشه برشون رایی کردن؟ چرا جواب ندادن؟ به این معنی است که ما اونا بالای خود اعتماد ندارن. افغانی که بخواد کارم بکنه، زحمتم بکشه، رو کس اجازه نمیده، او باید طالب باشه. من خود طالب شده نمیتونم. باید طالب بسیار کلمه مقدس از همه، نمیتونم خود طالب باشم. پس اگر طالب ها پذیرفت که شهروندان افغانستان در ساختارهای افغانستان کار بکنن، زحمت بکشه، باز وقت حکومت جور میشه. حالا خود انحصار از قدرت، اینا میگن جزیره های قدرت، دین جزیره های قدرت در دست هزارا ده ها یا صدا از بود، امروز دست یک کس است. یک کس قدرت گرفته انحصار کرده، میگه ما بدون از ما رفیق من دیوالم دوست کس نباش، بخاطر ما جهاد کردیم. آل جهاد خوبه این نکردیم که تو قدرت بگیری، جهاد به خاطر از این کردی که کشورت آزاد شد. وقتی کشورت که آزاد شد، تو نمیتونی جهاد واسه آزاد داشته باشی، کشور آزاد داشته باشی که عدالت نباشه. جهاد آزادی، آزادی عدالت اجتماعی، بدون عدالت اجتماعی آزادی نشد. خب باز ما در قفس هستیم. اگر طالبان میگن واقعا ما جهاد کردیم، بگذارن 50% نهادار تخصصی بزنن. من میخوام بر فاخر ببخشید، بر فاخر 50% وقتی که ما میگم تخصصی بزنن، اشخاص دیروز نبرن در پوزیشن، اشخاص بی‌طرف، بچهای جوان، دخترای جوان افغانستانه که در هیچ گروه کار نکردن، بیان در قدرت بچه بگه بگین اولادان مزموش ماشومان تاس مزموش ماشومان وقت دو قدرت وقت خپل وطن به جوړ کړه. صحیح ده، ده عدالت ده، ده عدالت نداره که وایو زیاد عدالت کوم او ټول ملګ اندیوالان او رفیقای خود قدرت او حساب دی عدالت نشد. تا زمانی که به این نقطه ما پانتیم، افغانستان هیچ وقتای نظام نمیشه. سپاسگزارم از حضور مهمانانم، هر یک آقای جاوید سنگدل، آگاه روابط بین الملل، آقای آصف مبلغ، استاد پانتون و همچنان آقای سید ذکرالله هاشمی، تحلیلگر مسائل سیاسی که اینجا با ما حضور داشتن. و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خوب نگهدار.